به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بیننده های عزیز شبکه جهانی طلوع و همچنان تلویزیون لمر، شاهد برنامه آن سوی شب نبرد هستین. برنامه که تمامی جزئیات مسابقات شب نبرد را و همچنان اخبار و زندگی نامه های بزرگان ورزش های رزمی را به شما به تصویر میکشه. قرار است که امشب شب نبرد پنجم میان ورزشکاران افغانستان و همچنان تاجیکستان اینجا در کابل برگزار شود و ورزشکارای خوب افغانستان در مقابل حریفانشان به میدان خواهند رفت. در ابتدا دو مهمان که قرار است در شب نبرد پنجم با حریفایشان رقابت بکنند را با خود می داشته باشیم. در نخست خوب است که بسته های تصویری ورزشکارا را با هم ببینیم و برمی‌گردیم. به نام یاد خدا، احمد سوهل سنزاده هستم، یک از قهرمان های کوچک امید افغانستان. در کابل افغانستان تولد شدیم و الان سنم از 21 ساله. آمادگی زیاد گرفتیم به این مسابقه پیش بهترین ترنرهای افغانستان، چی در رشته بوکس است، چی مویتای است. دور چهار شب نبرد با سمیر مخلص فایت داشتم و در آن نواشت نکاوتش کردم. حریفم فایتر خوب است، یک در ECB فایت کرده و امکانات خوب داره، بسیار زیاد است، بخاطر که پدرش رئیس ملی تاجیکستان است و ما یگانه چیزی که دارم دعای مردم افغانستان و دعای استادایم است که انشاءالله برنده هستم. فردوس نظرو فیره برات میگه که در افغانستان در قلمرو ما سنگار ما آرت ساختیم و تو را ما تا آرت میسازم. فکرت باشه. به نام یاد خدا، با عرض سلام، عبدالاحمد فاروقی هستم، 23 سن دارم، از افغانستان، از ولایت میدان وردک، ولسوالی جلریز. در دور دوم شب نبرد در سه عمل در مقابل عبدالمصور نبرد قرار گرفته بودم که خوشبختانه در راند اول به نتیجه TKO شکست شدم. ما معمولا هم کشتی میکنم و همچنان بوکس مویتای پیش میبرم. حریفم دلاور دولتوف از کشور تاجیکستان که یک فایتر خیلی عالی است که سه مسابقه در سازمان ACD انجام داده. من افغان هستم، نه تاجیک هستم، نه روس. میخوایم غیرت افغانی رو برد نشان بدم، توانای افغان رو نشان بدم برد که افغان یعنی چی. دوباره خوش آمدید. بسته‌های تصویری را دیدین و عبدالاحد فاروقی، ورزشکار که در شب نبرد پنجم قرار است در برابر حریفش به نام دلاور دولتوف رقابت بکنه با ما هست و همچنان ورزشکار دیگه ما سهیل حسنزاده که قرار است در برابر فردوس نظروف رقابت داشته باشه را با خود در استودیو داریم. هر دویتان خوش آمدین و امشب بخیر رقابت هم دارین و مطمئن هستم که آماده هستین که پر انرژی در برابر حریفایتان قرار میگیرین. خوش آمدین به برنامه. خوش باشین. سلامت باشین. سلامت باشین. سهیل حسنزاده چقدر آمادگی گرفته به ای که فردوس نظروف را تسلیم میکنه؟ سلام، در نخست به شما ببینندای عزیز تلویزیون طلوع، مردم غیور افغانستان، والا زحمت زیاد کشیدیم از اون مسابقه که به خاطر نام افغانستان ترا که حریف ما بسیار فایتر قدرتمند از بهترین سازمانهای دنیا فایت کرده دی سی بی ترا. بسیار خوب. و احد فاروقی هم خوب است که در مورد آمادگی خود صحبت داشته باشه و در مورد حریفش هم اگرچه زیاد تبلیغات شده که کی است، اما خوب است که خودت هم صحبت داشته باشی. به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و خدمت بیننده های تلویزیون طلوع. حریف ما قسمی که شما در جریان هستید دلاور دولتوف از کشور تاجیکستان که مسابقات زیادی در سازمان ECB کرده. انشاءالله ما آمادگی های آمون تا مخواه گرفتیم، انشاءالله بیاری علا شکستش میدیم.
بسیار خوب. در مورد ریکارد های عریفت اگر صحبت کنی سایل عزیز، که چند ریکارد شیرداغ و تاپولوژی داره؟ در شیرداغ 5 برد داره، 3 باخ داره. دیگه فایتر خوب است، بهترین با بهترین های آسیا دنیا فایت کرده دیست. پلان خودت چی است؟ میخوایی که در گراوند گیم مسابقه را ببری یا ایستاده میخوایی همراهش فایت کنی؟ من دوست دارم که با فردوس نظره و فایت استاده کنم. اگر نه سبک ما گراوند گیم است، ما زیاد ترینرها و تو را بیش بهترین ترینرها تمرین کردیم. یه بار میخوایم استم فایت یا فایت استاده کردش کنم. اولین مسابقه خودت است که به شکل بین‌المللی برگزار میشه و همچنان اولین مسابقه عبدالاحد فاروقی هم است که به شکل بین‌المللی در داخل افغانستان برگزار میشه. و از اینکه سازمان SLFC بالایتان اعتماد کرده و مسابقه بین المللی را براتون در نظر گرفته، فعلا چی احساس داره؟ والا من تشکر میکنم از رئیس سازمان SLFC، از تمامیشان و ایره به مردم افغانستان، برای سازمان SLFC وعده میتم تا آخرین نفس در گلونم باشه و آخرین قطره خون باشه به نام افغانستان که در این مسابقه میکنم. بسیار خوب. و گفتنی خودتون در این مورد میشه که جا داره تشکری کنیم از سازمان SLFC، از آقای نورستانی. واقعا بالای ما اعتماد بزرگ کرده که در مسابقه بین المللی ما را کاندید کرده. بسیار خوشحال هستم. انشالله من همچنان وعده میتونم تا آخرین قدره خونه به خاطر سربلندی مردم افغانستان مبارزه میکنم. اگر در مورد سطح MMA تاجکستان افغانستان بحث داشته باشیم، ای که سطح MMA هر دو کشور به کدام اندازه است؟ به خاطر که در دور قبلی ما تجربه ورزشکار که آمده بود از تاجیکستان را داشتیم که اردشیر مرادعلیوف ورزشکار ما را برد و این بار هم نظر شما چی است؟ بازم ما شاید درخشش تاجیکیا می باشیم یا اینکه ورزشکارای افغانستان که شما نمایندگی از افغانستان میکنین MMA افغانستان قدرت واقعیش را برخشان خواهین کشید؟ واقعا اگر مقایسه کنیم سطح MMA افغانستان و تاجیکستان قابل مقایسه نیست، چون وا در داغستان تمرین میکنند. اکثرشان در داغستان همراه داغستانی ها، ترینر های داغستانی ها تمرین میکنند. دیگه انشالله ما برتان وعده میتونم که انشالله MMA افغانستان از زیر سوال نهی بره. بسیار عالی. نظر خودتون مهم است سوال عزیز. والا نظر من میسته که ما پیش بهترین ترینر های افغانستان تمرین کنیم، چی رشته باکس است، چی مویتای، چی جیجیتسو، چی MMA است. و MMA تاجیکستان با وقتش بالاست، به خاطر که بریف مرکز است که پدرش رئیس MMA تاجیکستان است و برش بهترین ترینر ها از تایلند، برازیل، جیجیتسو کالا را خواسته به خاطر مسابقه. و این را وعده میتونیم که انشالله که از UFC هم برش ترینر بیارم، انشالله میبرمش به دوای مردم افغانستان. بسیار عالی. سوال عزیز، اگر مسابقه را پیش بینی کنی، در کدام راوند حریف تا امشب تسلیم خواهد کرد؟ والا حریف فایتر خوب است، می خواهیم راوند اول کدش بازی کنم. ما فایتر هستم که اندک چانس حریف موقع را می خواهیم که راوند اول باشه یا دو باشه، انشالله که یا در راوند اول یا در دو یا نکاوت یا تسلیمش میکنم. بیشتر در کدامش اعتماد داری، نکاوتی یا سابمیشن؟ سابمیشن چیزیست که عادیست برم که اگر در راوند برم انشالله ایره وعده برتان میتونم که 100% نه که 98% در سابمیشن تسلیمش میکنم، اما در بالا هم یک 60% 70% سر خود اطمینان داره که نکاوتش میکنم. و گفتنی احد فاروقی هم شنیدنی خواهد بود. خب قسم میگه شما در جریان هستید، فایت های من کل شدیدی از آزای اکثر خودت گزارش کردی. ما همه حریف های خود ناکاوت کردیم. مسابقه هایم که در شیرداغ ثبت است 100% حریف های من ناکاوت کردیم. حریف هم اما 100%ش در دیسیژن رفته. تا نوز هم در شش مسابقه کنم حریف خود یا در سابمیشن یا در مشت ناکاوت نکرده. انشالله ما برتون وعده میدم که امتیاز پیش نمیه. بسیار عالی. امیدوار هستم که امشب شاید مسابقات بسیار جالب از ورزشکارای ما باشین. بخش دوم را با زکی سکرپر اوتلا رسولی فراموش نکنین و تشکر از اینکه به برنامه آمدید. تشکر از شما. سلامت باشین. و امیدوار هستم که مسابقات جالب را امشب ورزشکارای ما داشته باشن. بخش دوم را با زکی سکرپر اوتلا رسولی پیش خواهیم برد و همچنان در بخش سوم زندگی نامه یکی از بزرگان تاریخ بوکس حرفه‌ای جهان، یعنی منی پکیاو، تقدیم حضورتان خواهد شد. ای که از صفر به بهترین شهرت و ثروت رسیده. وقفه کوتاه و قابل ذکر است که برنامه از طرف اتک انرژی درینک، یعنی مشت پرقدرت، به شما تقدیم میشه.
دوباره خوش آمدید. زکی دی اسکرپر آوتلا رسولی، ورزشکاری که همیشه در ام ام ای درخشش داشته، بدن توانمند، قدرت بدنی عالی و همچنان دارای اعتماد به نفس خوب، همیشه حرفای خوب و حدیثای خوب برای فایش داشته. خوش آمدی زکی عزیز و امیدوار هستم که امشب درخشش فوق العاده مثل مسابقات قبلی داشته باشی. سلام علیکم زبی جان، روز شما بخیر باشه، روز تمام علاقمندای شب نبرد بخیر باشه. زکی اسکرپر رسولی هستم. در اسکرپر چی مانا؟ اسکرپر به معنای جنگجو. من خواستم که مبارزات آزاد یک تخلص داشته باشیم، جنگجو مانا میتونه دیگه یک چیز جالب برای علاقمندانم باشه. اما علاقمند سرسخت منی ببخشین فلوید میویدر هستین که لقبش پول است. پول دی منی. بله بله. و چرا تخلص تا او را خمی نموندی؟ خب او به خاطر از که بسیار پیسه داره دی منی. پریتی بای هم هست نه؟ پسر مقبول. شاید باشه، او قرار مقبول هم نیست. دیگه ما خواست به خاطر از که یک فایتینگ سپیریت یعنی خود جنگجو حساب میکردم. بله، من از این خاطر تخلص انتخاب کردم و تخلص اصلی من رسولی است، زکی رسولی اسکرپر. و خوش هستم که در برنامه انگلیسیتم نام خدا فوق العاده است. بخیر باشیم. همیالا انگلیسی شروع کنی فکر میکنه کلگی که از امریکا آمدی. صد پی صد. و دوستای عزیز، خوب است که در این لحظات بسته تصویری زکی رسولی را هم ببینیم و برمیگردیم ادامه برنامه را فراموش نکنیم. زکی اسکرپر هستم رسولی، از افغانستان، ولایت میدان وردک، ولسوالی جلریز. این بار در دور شب نورد پنجم اشتراک کردیم. مسابقه قبلی من در دور دوم شب نبرد بود با یکی از بهترین فایترهای هندوستان اندرجیت ملاکر. من تانستم که او را شکست بدم در راون اول. ما Олимбой, Фолимбой, 26 сала ми бушам, намоянда и тим ACB Таджикистан. Ма с хавсологи машк мекнам. 20 сала меша ки даман сухай варзишум, 4 сали охируш да амин ММА вайка машка дистам. Ма созмони куштини тарзи озота машка дагим, боевой самбо, тайквандо машка дагим. عریف ما یکی از فایترهای روسی است به نام آلمبوی علی بویف که سه ریکارد دارد در ام ام ای و همچنان عضو تیم ملی کامبت سامبوی روسی است. زکی رو همچنان ورزشکاری خوب میبینم، حرکت میکنیم که در این مسابقه مبارزه خوب نشانتیم، در این مسابقه میخواهم که برد کنم. زکی هم قدری که تو مشت زیاده کردی بردی تو پیش من امکان نداره. برای خود یک گفتنی دارم که تو پلوان هستی، گراوند گیم بسیار خوب داری. من وعده میکنم که تو را تیک داون میکنم، تو را چپا میکنم و شکستت میتونم. این وعده ایم از دارم. خب قسمی که دیده میشه فوق العاده آماده هستی که امشب در برابر عریفت که از تاجیکستان است آلمبایف قرار بگیری و در مورد عریفت آنالیز داشتی، یعنی مسابقه‌هایش دیدی، تمرینات با شیوه فایت و مبارزه شاماده ساختی نساختی، اگر صحبت داشته باشی. تشکر شهرزاد عزیز. فایتر که قرار است که من امروش فایت کنم به نام علی بویف است. این فایتر با گارد راست استفاده میشه، تقریبا سی ریکارد داره که دو برد و یک باخت است و این فایتر با گارد راست استفاده میشه، کوشش میکنه که همیشه تیک داون کنه، در گراوند گیم شروع کنه. استند اپش هم خوب است تا جایی که ما دیدیم، اما همراه کسایی که برده یعنی به راوند 3 و 4 رفته تا میره 20 نفر بوده و بیشترین عمر خود در داگستان تا روسیه سپری کرده که یک فایتر بسیار یعنی بر ما یک فایتر نو است که یعنی سرسخت تعریف ما است که انشالله ببینیم که چی میشه. ما بسیار کار کردیم سر اسپارینگ های ما میخواد، سر گراوند گیم خود. انشالله در جایی که برم من میگرم میشه، در جایی من
کدش کار میکنم انشالله یک سی راوند بسیار مقبول والا میکنم برای تمام علاقمندان شب نبرد انشالله یک کار بسیار خوب و بسیار عالی خواهد کردم. چانس خوب امشب برد میخوایم در شب نبرد پنجم فایت نایت 5. امیدوارم که بدرخشی و همچنان از آدرس و همچنان نام افغانستان به خوبی دفاع کنی. و تشکری خاص میکنم از سازمان اسلیپسی، از تلویزیون طلوع لمر به خاطر برنامه شب نبرد که خودم اصل انتخاب کردن و ترینرهایم تشکری میکنم از تمام ترینرهایم، استاد مومن، استاد نجیب لایندوی، تشکری میکنم از تمام شما دیگه. تشکر از شما، زنده باش، با امید موفقیت. دوستا بازم میگم اتاک انرژی درینک حامی برنامه ماست و برنامه ما را سپانسر کرده. امشب شب نبرد پنجم به شکل بین المللی و انترنشنال در کابل به خیر برگزار میشه در سازمان اسلفسی. امیدوار هستم که از دعایتان ورزشکارای افغانستان را فراموش نکنین و یک شوی خوب امیدوار هستم که ورزشکارای ما داشته باشه و بینندش باشین. ما و امان نورستانی قطعا میزبان شما میباشیم با همکاری سایر دوستا از موبی گروپ و اسلفسی. آل وقفه کوتاه و بخش سوم که یکی از جالبترین بخش های ماست را فراموش نکنید. باز هم خوش آمدید. آخرین بخش از برنامه آنسوی شب نبرد است. در این بخش زندگی نامه مانی پاکیاو، امانویل دا پیدران پاکیاو که قهرمان بوکس حرفه‌ای در 8 کلاس مختلف وزنی دنیا است را زندگی نامه‌اش را به شما عزیزان در نظر گرفتیم. ورزشکار است که یک وقت برای به دست آوردن 1 کیلو برنج مسابقه میکرد و فعلا ملتی میلیونر است و یکی از سرمایه‌دارترین ورزشکارهای دنیا است. با هم تماشا میکنیم و زندگی نامه لذت ببرین. بازم میگم که امشب شب نبرد پنجم را فراموش نکنین. تا برنامه بعد که باز هم بنده ذبیح الله شهزاد در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، شما عزیزان به الله بی‌نیاز میسپارم. اتاک انرژی درینک حامی برنامه ماست و خدا نگهدار. امانوئل دا پیدران پاکیاو قهرمان بوکس حرفه‌ای جهان از کشور فلیپین است. وقتی تنها 6 ساله بود والدین او از همدیگر جدا شدند. علت آن هم رابطه پدر وی با یک زن دیگر بود. تا 14 سالگی در کنار مادرش بود، اما به دلیل فقر و عدم تأمین مالی که مادر او 6 فرزند خود را به درستی تغذیه کرده نمی‌توانست، پاکیاو تصمیم به ترک خانه گرفت و راهی جاده‌های شهر شد. او در روی جاده ها نان خشک می فروخت تا زنده بماند و زندگی کند. در همین حال بوکس را نیز ادامه می داد و جای برای استراحت نداشت. پاکیاو در کنار رنگ بوکس می خوابید و در همانجا بزرگ می شد. در سن 16 سالگی و در سال 1995 اولین رقابت حرفه‌ای خود را در سن 16 سالگی انجام داد و توانست که اگناسیو از فلیپین را شکست بدهد. در سال 1998 چانس به دست آوردن عنوان قهرمانی جهان را پیدا کرد و توانست که قهرمان سازمان WBC جهان از تایلند به نام چاتچای ساساکول را ناکاوت کند و برای اولین بار قهرمان جهان شد. مردم فلیپین از او استقبال فراوان کردند. پاکیاو در هر سال به مشکل کم کردن وزن دچار می شد و مجبور بود که در یک وزن بالاتر مسابقه کند، که این امر باعث شد تا در 8 وزن مختلف به مقام قهرمانی جهان دست یابد و 11 کمربند جهانی را تا اکنون به دست آورده است. مانی پاکیاو قهرمانان جهانی زیاد را شکست داده است، مانند مارکو آنتونیو باریرا، خوان مانوئل مارکز، اریک مورالز، اوسکار دیلاهویا، ریکی هاتن، میگویل کوتو، آنتونیو مارگاریتو، شین موزلی، تیموتی برادلی و غیره بزرگان این رشته.
در سال 2015 میلادی مبارزه قرن 21 بوکس میان او و فلوید میویدر از آمریکا برگزار شد. اگرچه به نظر کارشناسان بوکس آن رقابت را پکیاو برنده شده بود، اما داوران نتیجه را به نفع فلوید اعلام کردند تا فلوید همچنان بدون شکست باقی بماند. وی در کنار این که یک بوکسر زبردست و نترس بود، همچنان در رشته های بسکتبال، سینما و آوازخوانی شهرت جهانی به دست آورده است. همچنان در انتخابات مجلس فلیپین در سال 2010 برنده شد تا برای مردمش از طریق سیاست نیز خدمت کند. وی باز هم در انتخابات 2013 مجلس فلیپین توانست که با اکثریت آرا برنده شود و همچنان در سال 2016 میلادی پکیاو یک بار دیگر با دست آوردن بیشتر از 16 میلیون رای الا سال 2022 اعتماد مردم را در مجلس به دست آورد. مانی پکیاو در همان سال اعلام کرد که یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در سال 2022 فلیپین خواهد بود. ورزشکاری که روز برای به دست آوردن 1 کیلو برنج وارد رنگ می شد، حال صاحب صدها میلیون دلار آمریکایی است. پکیاو در بخش های مختلف سرمایه گذاری کرده است و فعلا در لیست سرمایه دارترین ورزشکاران دنیا قرار دارد. او هیچگاه تسلیم اقتصاد ضعیف نشد، مبارزه کرد و بر راهش ادامه داد تا تاریخ هیچگاه وی را فراموش نکند. راستی یک سوال، آیا پکیاو در سال 2022 رئیس جمهور فلیپین خواهد شد؟